در خط خبرها. یک روز پس از انفجار در نفتکش ایرانی در نزدیکی عربستان، تهران میگوید حمله موشکی بوده. ادامه درگیری شدید میان ترکیه و کردها در شمال سوریه. 120 جنگجو و 20 غیر نظامی کشته شدند، 100 هزار نفر آواره. ادامه دعوا بر سر آرای بایومتریک نشده. تیم عبدالله عبدالله از کمیسیون انتخابات خواست ثبت رای ها را متوقف کند. و استفاده از لامسه قوی نابینایان برای تشخیص سرطان پستان. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. ایران امروز سانحه دیروز در یک نفتکش ایران را در دریای سرخ یک حمله موشکی توصیف کرده. امروز میگوید این کشتی در نزدیکی سواحل عربستان هدف دو موشک قرار گرفته. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته سرنخ‌های از این حمله به دست آمده و ایران آن را بی پاسخ نخواهد گذاشت. در همین حال عمران خان نخست وزیر پاکستان با تشدید فعالیت‌هایش برای میانجیگری میان ایران و عربستان قرار است فردا وارد تهران شود. کسری ناجی گزارش می‌دهد. ایران که دیروز محتاطانه واقعه برای کشتی نفتکش ایرانی را در دریای سرخ یک سانحه توصیف کرده بود، امروز آن را یک حمله موشکی دانسته. ایران میگوید سرنخ‌هایی از این حمله به دست آورده و مشغول بررسی‌های بیشتر است. میگوید دو موشک به آن شلیک شده در 90 کیلومتری ساحل جده. مظنونان اصلی عربستان و اسرائیل. امیر دریابان شمخانی در واکنش به حمله موشکی بامداد جمعه به نفتکش ایرانی در دریای سرخ تأکید کرد راهزنی دریایی و شرارت در آبراهای بین‌المللی که با هدف ناامن‌سازی رفت و آمد شناورهای تجاری انجام می‌شود بدون پاسخ نخواهد ماند. احتمال بالا گرفتن مجدد تنش در منطقه شاید یکی از دلایل اعزام 1800 نفر نیروهای بیشتر آمریکا به عربستان بود که وزیر دفاع آمریکا اینجا دیروز جزئیات آن را اعلام کرد. Saudi Arabia is a long-standing security partner in the Middle East. عربستان سعودی که یکی از همپیمانان امنیتی نزدیک ماست، تقاضای حمایت بیشتری از ما کرده برای تقویت دفاعیش و برای حفظ نظم جهانی بر اساس قوانین بین‌المللی. در واکنش به ادامه تهدیدها در منطقه، من دستور دادم که دو اسکادران هواپیماهای جنگنده با سامانه‌های موشکی و دفاعی بیشتر پاتریوت و تاد در عربستان مستقر شود، همراه با پرسنل لازم. ناظران میگویند نیروهای تازه احتمالاً بخشی از کوشش تازه‌ای هستند برای آماده کردن پایگاه نظامی پرنس سلطان در عربستان برای استقرار نیروهای بیشتر. این رئیس جمهوری آمریکا کمی بعد از اعلام اعزام نیروهای بیشتر به عربستان. عربستان به درخواست من توافق کرده که هزینه همه فعالیت‌های ما را بپردازد. این اولین بار است و کشورهای دیگر هم همین را قبول کردند. عربستان هزینه همه کارهایی را که ما برای کمک به تقویت دفاعی آنها می کنیم می پردازد و ما از آنها ممنون هستیم. عربستان اما امروز در اولین واکنش به خبر هدف قرار گرفتن کشتی نفتکش ایرانی گفته است کمی بعد از حمله پیام‌های درخواست کمک از کشتی دریافت کرد. اما کمی بعد کشتی ردیابش را خاموش کرد و به حرکتش ادامه داد. عربستان گفته است به امنیت کشتیرانی در منطقه متعهد است. کسری نجی، بی بی سی. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان با ماست. آقای مهدوی آزاد، ایران گفته پاسخ مناسب به این حمله خواهد داد. به نظر میاد ایران حدس‌های خودش رو در مورد اینکه چه کسی پشت این حمله میتونه باشه داره. محدودیت‌های ایران برای این پاسخی که گفته خواهد داد فکر می‌کنید چه باشه؟ ببینید توی ماه‌های اخیر یه سلسله حملاتی توسط کشورهای غربی به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده میشد، مشخصا اردیبهشت ماه، بندر فجیره، خرداد ماه حمله به دو کشتی ژاپنی و شهریور ماه حمله به آرامکو. مسئله پهپاد آمریکایی و کشتی انگلیسی رو میذاریم کنار. توی همین مدت سه بار هم اتفاقاتی علیه کشتی‌های ایران در دریای سرخ عمدتاً در فاصله 60 تا 100 کیلومتری بندر الفجیره افتاد. اردیبهشت ماه نفتکش هپینس، 29 مرداد نفتکش هلم و حالا نفتکش ساویتی.
توی این مدت جمهوری اسلامی ایران میگفتش که این نفتکش ها دچار اختلال یا حادثه شدن، هیچگاه نمیگفت که به اونها حمله شده یا اتفاق افتاده. منتها امروز در ایوان شمخانی در شورای امنیت ملی ایران گفته که این حملات گذشته علیه نفتکش های ایرانی هم عملیات بوده. دیروز آقای موسوی هم سخنگوی وزارت خارجه از کلمه شیطنت استفاده کرده. برای واقعیت این هستش که جنگ نیابتی ایران و عربستان حالا به یک جنگ مستقیم، اما جنگ خجالتی تبدیل شده و محدودیت ایران در پاسخگویی هم همین خجالتی بودن در واقع جنگ هست. در واقع ایران داره به عربستان، به منافع عربستان رسما و مستقیما حمله میکنه، عربستان هم ظاهرا داره رسما و مستقیما پاسخ میده. مدام هیچ کدوم طوری رفتار نمیکنن که بشه ثابت کرد اون بوده و این محدودیت اصلی ایران هست. اگر به گذشته اتفاقاتی که علیه ایران افتاده و حملاتی که به ایران شده، مواضع ایران و منافع ایران شده، از حملاتی که اسرائیل انجام داده تا حملاتی که منسوب میشه به گروه های نیابتی نگاه کنید، هم میبینید اونجایی که کم هزینه بوده مثل توقیف نفتکش ایرانی جمهوری اسلامی خیلی مقتدرانه اومده، اونجا که پرهزینه بوده مثل حملات اسرائیلی جمهوری اسلامی سکوت کرده. برای من فکر می‌کنم محدودیتش و خط قرمزش جنگ خواهد بود. به همین دلیل هم فکر نمی‌کنم دست به اقدام مستقیم و روشن بزنه. اینکه از نیابتی به اونطوری که شما می‌فرمایید خجالتی تبدیل شده، آیا ممکنه که از این هم فراتر بره این جنگ و وارد مرحله تازه‌ای بشه؟ این اساسا دغدغه تمام کسانی بود که از دو سه سال پیش در واقع در نسبت به وضعیت ابراز نگرانی میکردن. شما سابقه موضوع درگیری های ایران با ایالات متحده آمریکا قبل از پایان جنگ ایران و عراق، قبل از قطعنامه 598 هم نگاه کنید، میبینید دقیقا همین اتفاق افتاد که الان میبینیم. یعنی سال 63 عربستان دوتا جنگنده ایران رو زد، بعد کم کم آمریکا به ایران تعرض میکرد، ایران یکی پس از دیگری به نفتکش ها تعرض میکرد. ابتدا مسئله خجالتی بود، ایران میگفت ما نمیدونیم، این مینهای ما نبوده. کم کم سپاه پاسداران مسئولیت ها رو به عهده گرفت تا اونجا که رسید وقایع 67 و عملیات آخوندک و عملیات مستقیم آمریکا علیه ایران و بعد هم نهایتا زدن هواپیمای مسافر برای ایران. بنابراین این خطر جنگ بسیار جدی است. اگر روال موجود هم نگاه بکنید، به واضح به وضوح شما میبینید که نه تنها چیزی مهار نشده، ماه به ماه حالت تصاعدی داشته بحران و ماه به ماه این حالت خجالتی بودن هم که قبلا نیابتی بود حالا کم کم داره شفاف میشه دیگه. ما الان هممون میدونیم، با اطمینان میدونیم که این ایران بود آرامکو رو زد، هرچند کسی نمیتونه ثابت کنه، و این رو آواز میدونیم هرچند نمیتونیم ثابت کنیم که این عربستان بود کشتی سابیتی ایران دچار مشکل کرد. برای من فکر میکنم خطر جنگ بسیار 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 بالاست. متشکرم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان. در سوریه رأس‌العین هدف آتش توپخانه قرار گرفته و ستون‌هایی از دود بر فراز شهر دیده می‌شود. وزارت دفاع ترکیه می‌گوید این شهر به تصرف شبه نظامیان مورد حمایتش درآمده، اما کردها این گفته را رد کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می‌گوید حدود 30 غیر نظامی در چند روز گذشته در حملات ارتش ترکیه کشته شدند و 100 هزار نفر از خانه‌هایشان فرار کردند. بارون عباسی گزارش می‌دهد. سوریه روستای مرزی رأس‌العین. حمله های ترکیه به مناطق تحت کنترل کردها وارد روز چهارم شده. از آسمان بمباران و روی زمین تیراندازی و گلوله باران تانک‌ها قطع نمی شود. ترکیه می گوید رأس‌العین را تصرف کرده، گفته که کردها رد می کنند. آمریکا که با بیرون کشیدن نیروهایش از اینجا راه را برای حمله ترکیه باز گذاشت، میگوید هنوز به کردها وفادار است. تأکید میکنم ما متحدان کرد خود را تنها نگذاشته ایم. نیروهای آمریکایی در دیگر نقاط سوریه در کنار آنها هستند. نیروهای دموکراتیک سوریه به ما در شکست خلافت داعش و تامین امنیت نیروهای آمریکایی کمک کردند. به جای اینکه به این درگیری کشانده بشویم، ما رفاه سربازانمان را در اولویت قرار داده ایم. همزمان از ترکیه می‌خواهیم به این عملیات پایان دهد و به ما کمک کند تا نگرانی‌های امنیتی‌اش را با ایجاد یک منطقه امن در مرز ترکیه برطرف کنیم. وزیر دارایی آمریکا هم احتمال تحریم دوباره ترکیه را مطرح کرده. پرزیدنت ترامپ قرار است فرمان اجرایی جدید را امضا کند که به وزارت دارایی امکان وضع تحریم‌های جدید علیه افراد مرتبط با دولت ترکیه را می‌دهد. این تحریم‌ها بسیار شدید خواهند بود. امیدوارم مجبور نشویم آنها را اعمال کنیم، اما اگر بخواهیم می‌توانیم اقتصاد ترکیه را از بین ببریم. و این پاسخ ترکیه.
میگوید عملیات متوقف نخواهد شد. امیدواریم کاری را که شروع کرده ایم با افتخار به پایان ببریم. به همه نشان خواهیم داد که تنها هدفمان تروریست ها هستند. البته نیروهای داعش هم جزء تروریست ها هستند. همانطور که رئیس جمهوریمان گفت به جنگیدن ادامه میدهیم. ترکیه میگوید میخواهد میلیون ها آواره سوری را به کشورشان برگرداند و در این مناطق اسکان دهد، اما در عوض غیر نظامیان بیشتری را آواره کرده. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید تنها در چند روز گذشته دست کم 100 هزار نفر مجبور شدند از خانه هایشان فرار کنند. ایران از حامیان اصلی دولت سوریه که با عملیات ترکیه مخالف است گفته راه حل توافقی است که دو دهه پیش بین دو طرف امضا شد. توافقی که کنترل نیروهای کرد را به عهده دولت سوریه می‌گذارد. ما خواسته ترکیه برای امنیت در مرزهایش را قبول داریم، اما معتقدیم امنیت با حمله به سوریه به دست نمیاد. ما راه حل‌های بهتری به دوستان ترکمون پیشنهاد دادیم، مثل توافق آدانا بین ترکیه و سوریه که هنوز اعتبار داره. ما میتونیم کمک کنیم که کردهای سوری و دولتهای سوریه و ترکیه یک جا جمع بشن. نیروهای مسلح سوریه باید در کنار ترکیه از مرزها محافظت کنن. پیشنهادات ایران و دیگر کشورها اما تا به حال در ترکیه خریداری نداشته. امروز صبح نیروهای نظامی و تجهیزات بیشتری راهی مرز شدند. برای تشدید حمله هایی که هرچند در چشم دنیا محکوم است، میان مردم ترکیه حامیان زیادی دارد. باران عباسی، بی بی سی. در واکنش به عملیات نظامی ترکیه علیه شبه نظامیان کرد در خاک سوریه، وزیران خارجه عرب ساعتی پیش در قاهره پایتخت مصر در نشستی اضطراری گرد هم آمدند و بیشترشان این عملیات را محکوم کردند. هرچند به نظر می‌رسد همه دولت‌های عربی در اعتراض به ترکیه هم صدا نباشند. همکارم مهداد فرهمند اینجا در استودیو با ماست. اختلاف نظرها چیه بین سران کشورهای عرب در مورد مسئله سوریه؟ مهداد، میشه گفت بیشتر کشورهای عربی یک سو ایستادند و قطر یک سو. قطر تنها کشوریه که از عملیات ارتش ترکیه حمایت میکنه و به خاطر داشته باشیم همین نیروهای سوری مخالف که ترکیه اونها رو آموزش داده و تجهیز کرده و به عنوان پیاده نظام از اونها استفاده کرده که در صف مقدم مبارزه با شبه نظامیان کرد الان دارن فعالیت میکنند، اینها هزینه تسلیح اینها رو قطر داده. قطر در واقع یک موضوع کاملا متفاوت با بقیه کشورهای عربی داشته که امروز ما دیدیم بیشترشون محکوم کردند. اما یک موضوع متفاوت دیگری هم امروز در نشست مطرح شد از جانب وزیر خارجه لبنان. لا نجتمع اليوم ضد تركيا، نجتمع اليوم من اجل سوريا. ما امروز علیه ترکیه جمع نشده ایم، برای سوریه و در غیاب سوریه جمع شده ایم. آیا وقتش نرسیده که سوریه را به آغوش اتحادیه عرب بازگردانیم؟ آیا وقتش نرسیده که جوی خون و موج آوارگی متوقف شود؟ آیا وقتش نرسیده که فرزند رانده شده بازگردد و میان عرب‌ها آشتی برقرار شود؟ چه تعبیری میشه کرد از این صحبت‌های وزیر خارجه لبنان؟ مهداد، به هر حال لبنان موضع رسمیش این هستش که باید سوریه برگرده به اتحادیه عرب. دولت‌های دیگری هم هستن که موافقن با این اتفاق، از جمله مصر یا تونس، و تلاش‌هایی هم شده. اما این که این عملیات بتونه یا این رخداد بتونه راهش رو هموار بکنه، چنین احتمال رو میشه مطرح کرد در صورتی که این عملیات به در واقع تضعیف وضعیت کردها در سوریه بیانجامه و در اون صورت فقط ترکیه و سوریه میمونند که با هم که سنگاشون رو وا بکنند. و الان هم میدونیم ترکیه تنها نیرویی است که در شمال سوریه مانع از این میشه که ارتش ترکیه بتونه کاملا سیطرش رو بر کل این کشور کامل بکنه. و در اون صورت این احتمال ممکنه وجود داشته باشه که راه به سمت یک آشتی میان ترکیه و سوریه از یک سو و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هموار بشه. متشکرم از تو مرداد فرهمند اینجا در استودیو. و نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. یک روز پس از انفجار در نفتکش ایرانی ثابتی در دریای سرخ، ایران میگوید عامل انفجار برخورد دو موشک بوده. تهران گفته سرنخ‌هایی از عامل حمله دارد و آن را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.
گزارش ها از شمال سوریه حاکی از شدت گرفتن درگیری میان نظامیان ترکیه و شبه نظامیان کرد است. نهادهای حقوق بشری میگویند از زمان شروع جنگ بیش از 120 جنگجوی کرد و حدود 30 غیر نظامی کشته شدند. در ادامه برنامه، استفاده از حس لامسه قوی نابینایان در تشخیص سرطان پستان. اسدالله سعادتی معاون دوم عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته ثبت اطلاعات آرا در سیستم مرکزی را متوقف کند. او گفته کمیسیون انتخابات بدون تفکیک آرای بایومتریک شده و نشده ثبت آرا را شروع کرده. خبرنگارمون علی حسینی از کابل با ماست. بیشتر در مورد این ادعای ستاد انتخاباتی ثبات همگرایی بهمون بگو علی. اتهامی را که امروز تیم انتخاباتی آقای عبدالله مطرح کرده اتهام سنگینی میتونه باشه، چرا که گفته حلقاتی در داخل کمیسیون مستقل انتخابات در تبانی با ارگ ریاست جمهوری در تلاش هستند تا آرای باطل را وارد سیستم شمارش آرا کنه. آقای سعادتی گفتن که اوراق زیادی در دست دارن که نشان می‌ده صدها هزار رأی باطل وارد سیستم شده، گرچه که مشخص نکرد این اسنادشان چی است، اما گفت به طور مثال نباید در جایی که دستگاه بایومتریک، یعنی همون دستگاهی که در روز انتخابات بر اساس آن رأی دادن رأی دهندگان و یک دستگاه اصلی برای جلوگیری از تقلب مطرح میشه، باید بر اساس فقط شمارش دستگاه بایومتریک باشه نه بر اساس فرمهای رأی گیری. به هر حال فعلا تیم ثبات و همگرایی در تلاش این است که فقط باید آرای بایومتریک شده مورد حساب قرار بگیره و نه آرایی که بایومتریک نشده است. صدای آقای سعادتی رو داریم، اجازه بده صداشون رو بشنویم. بعد حلقات در داخل کمیسیون تلاش داره در تبانی با تیم ارگ آرای سیاه را و آرای تقلبی را و آرای باطل را وارد سیستم بکنن. اگر کمیسیون و حلقات در داخل کمیسیون تلاش بکنه که برغم این که اجازه قانونی نداره این روند انحرافی را ادامه بدیه، دسته ثبات، تیم ثبات و همگرایی در مقابل تقلب، در مقابل قانون شکنی و در مقابل هر نوع حرکتی مشکوک استاد میشه. علی، واکنش کمیسیون برگزار انتخابات به این ادعاها چه بوده؟ خب کمیسیون مستقل انتخابات میگه که هر ادعایی که صورت میگیره باید بر اساس سند باشه. مشخص هم نیست که اسنادی که تیم ستاد انتخاباتی ثبات همگرایی دارن در چه سطحی هست و باید دیده شده که کمیسیون نظرش در اون اسناد شد. اما در رابطه با آرای بیومتریک شده کمیسیون بارها تاکید کرده، یعنی قبل از انتخابات، در روز انتخابات و بعد از انتخابات تاکید اصلی کمیسیون انتخاباتی بوده که فقط تنها آرای بیومتریک شده مورد حساب قرار میگیره. مشخصا در رابطه با ادعای امروز تیم ثبات و همگرایی، عصمت الله مل معاون کمیسیون انتخابات گفته که این ادعا را با قاطعیت رد میکنیم و مطابق قانون و لوایح کمیسیون مستقل انتخابات کارمان را پیش میبریم. متشکرم. ممنونم از تو علی حسینی در کابل. اداره پست افغانستان حدود 1.5 قرن پیشینه دارد. امسال قرار است که مدرن‌سازی خدمات پستی گسترش پیدا کند. خبرنگار ما روین رهنوش در کابل میگوید 463 پستخانه و 35000 صندوق پستی در کل کشور فعال است، اما استفاده از خدمات پستی فراگیر نیست. پستخانه مرکزی رنگ و رونق تازه یافته. شمار مراجعین زیاد شده. روزانه 1400 نفر. از یک نامه چند گرمی تا بسته 30 کیلویی از این اداره و نقاط مختلف جهان منتقل می شود. هر کیلو 1300 افغانی حدود 20 دلار به خارج از کشور. انتقال بسته ها از کشورهای همسایه گرفته تا آمریکا و اروپا. اما قیمت ارائه خدمات برای برخی قابل قبول نیست. چند جور لباس داشتیم، میخواستیم روان کنیم جرمنی. اینجا که آمدیم ما معلومات گرفتیم، بسیار قیمت بالا گفتن. دیگه
یعنی گفتیم از دردش که در پوندیدگی زیاد میشه گفتیم ایلیت روان نمیکنیم. اما به نظر میرسد بلند بودن قیمت به حکمت نیست. به گفته مسئول این اداره، این قیمت در مقایسه با شرکت‌های خصوصی ناچیز است و ارائه خدمات بهتر و آسان‌تر شده. سیستم تعقیب و پیگیری داریم، سیستم بستای کوچک یا آنلاین شاپینگ کسی که خریداری میکنه، بعد از این ما اطلاعات در خانهشان روان نمیکنیم و صرف برشان یک مسیج و ایمیل میان، مراجعه میکنن، بستای خود تسلیم میشه. با این همه تلاش ها مردم افغانستان آگاهی چندان از فعالیت اداره پست ندارند و با استفاده از پست بیگانه اند. خدمات پستی دولتی افغانستان تا همین دو سال پیش با سیستم ابتدایی و قدیمی عرضه می شد، اما حالا دیده می شه که روی این بخش سرمایه گذاری بیشتری شده و اداره افغان پست مجهز به سیستم دیجیتالی و مدرن شده. با دیجیتالی شدن خدمات پستی هم کار مامورین ساده شده و هم سرگردانی مردم کم. برخلاف گذشته مشتریان با دریافت ایمیل و پیام از رسیدن پستشان با خبر می شوند. افغان پست کارش را حدود 1.5 قرن پیش با 2 پستخانه در کشور آغاز کرد. با گذشت این همه سال خدمات پستی در بین مردم جان نیفتاد و حالا با استفاده فراگیر از موبایل کمتر توجه مردم را جلب می کند. روین رخنوش، BBC، کابل. رسانه‌های دولتی چین با لحن محتاطانه‌ای درباره پیشرفت مذاکرات درباره جنگ تجاری با آمریکا گزارش دادند. دیروز رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن و پکن بر سر مسائلی مثل محصولات کشاورزی و مالکیت معنوی به یک توافق موردی رسیدند. دونالد ترامپ گفته ظرف چند هفته آینده ممکن است توافق بین دو کشور نهایی شود. ولی یک تحلیل منتشر شده در خبرگزاری دولتی چین، شینهوا، به امضای چنین توافقی اشاره نکرده است. در این مطلب گفته شده دستیابی به توافق نهایی ممکن است مدت‌ها طول بکشد. جین فوندا، بازیگر کهنه‌کار هالیوود، دیروز بابت شرکت در اعتراض‌های محیط زیستی در پایتخت آمریکا بازداشت شد. او که روی پله‌های ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن به اعتراض ایستاده بود، با وجود درخواست پلیس حاضر نشد محل را ترک کند. پلیس به او دستبند زد و او را برد. 16 نفر دیگر هم بازداشت شدند. کنشگران محیط زیستی هر هفته یک تجمع برگزار می‌کنند به نام جمعه های مانور آتش سوزی تا تلاش کنند درباره تأثیر تغییرات اقلیمی اطلاع رسانی کنند. نخست وزیر هند به روش متفاوتی از مردم کشورش خواست مکانهای عمومی را تمیز نگه دارند. نارندرا مودی و ویدیویی از خودش منتشر کرد که او را مشغول جمع‌آوری زباله در تفریگاه ساحلیش نشان می‌دهد. او در این هتل میزبان رئیس جمهوری چین است. آقای مودی در توییتی گفت نیم ساعت را به جمع‌آوری زباله گذرانده. در جنوب کالیفرنیا در مجموعی از آتش سوزی ها دست کم 1 نفر کشته شده. این آتش سوزی ها که به نام محل آغازش سدل ریج شناخته می شود، از پنجشنبه با بادهای شدید و هوای خشک بزرگتر شده. تا کنون به 31 ساختمان در این آتش سوزی آسیب رسیده. دست کم 100,000 نفر خانه هایشان را ترک کردند. سرطان پستان شایع‌ترین و کشنده‌ترین نوع سرطان در میان زنان است. تشخیص هرچه سریع‌تر آن شانس بهبود را افزایش می‌دهد. حالا پروژه‌ای در کشور کلمبیا سعی دارد تا زنان نابینا یا با اختلال بینایی را با نشانه‌های سرطان پستان و راه تشخیص آن آشنا کند. این روش بر حس لامسه قوی تکیه دارد که در افراد نابینا یا دارای اختلال بینایی حساس‌تر است. با این توضیح که در این گزارش تصاویر برهنه وجود دارد. برای من دستام مثل چشم هام میمونن، به هم شانس حس کردن دنیا رو میدن. بدون اونها نمیتونستم کارم رو درست انجام بدم. لیدی گارسیا یک معاینه‌گر پزشکی لمسی با اختلال بینایی است که در کلمبیا برای تشخیص نشانه های سرطان پستان تعلیم داده شده. این روش را دکتر فرانک هافمن، متخصص زنان و زایمان آلمانی، با اتکا بر حس لامسه تقویت شده در افراد نابینا یا کم بینا ابداع کرده. من از طریق لمس کردن با نوک انگشتان به زنها کمک میکنم و برآمدگی ها و تغییرات بافت در پستان زنها رو زیر انگشتام احساس میکنم.
کاری که می‌کنیم معاینه پستان برای پیدا کردن برآمدگی، بافت یا توده‌های غیرعادی. از روش جدیدی استفاده می‌کنیم که در آلمان ابداع شده. این چسب‌های نواری در نقطه به نقطه پستان راهنمای من هستند تا مطمئن بشیم تمام سطح‌ها به خوبی معاینه و بررسی شده. اگر توده‌ای پیدا کنم به بیمار وقت معاینه پزشک داده میشه تا درباره مراحل بعد تصمیم گیری کنه. سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در میان زنان جهان است و همچنین کشنده‌ترین. به همین خاطر تشخیص سریع آن بسیار مهم است. یک پزشک آموزش دیده میتونه حتی توده‌های کوچکتر از 1 سانتی‌متر رو با لمس کردن تشخیص بده. ما دریافتیم که زنان کمبینا میتونن حتی توده‌های کوچکتر از 8 میلی‌متر رو هم حس کنن. تشخیص غده‌های کوچکتر به تشخیص سریع‌تر بیماری و در پی آن درمان بهتر بیمارها کمک میکنه. به خاطر نزدیکی بیمار و معاینه‌گر، بیمارها براشون مهمه که اول از همه توسط یک زن معاینه بشن. احساس راحتی باعث میشه به توصیه‌های ما بیشتر گوش کنن. معاینه از نوک پستان شروع میشه و بعد کل سینه دور تا دور سینه رو به سمت بیرون لمس میکنی و دوباره برمیگردی به نوک پستان. فکر میکنم با چیزهایی که میدونم و حس لامسه قوی که دارم میتونم کمک بزرگی بکنم، چون میدونم که ما دستای بسیار حساسی داریم. معتقدم کاری که میکنیم بسیار ارزشمنده. چون میدونم که لیدی توانایی مضاعفی داره و پیشتر هم توسط متخصصا آموزش دیده، به کارش خیلی اعتماد دارم. بیمارها هم همین احساسو دارن. به همین خاطر به لطف اون میتونیم موارد سرطان رو راحت تر تشخیص بدیم. حتی مواقعی هست که من توده رو احساس نمی کنم، اما لیدی پیداش میکنه. این که داشتن معلولیت راهی برای کمک به مردم برام فراهم کرده فوق‌العاده است. این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی هستید.